خداداد پنچیری برادر حاجی ملک خان دره به شهادت رسید. انا لله و انا الیه راجعون. بینندگان گرامی درود و سلام بر شما. باز هم به یکی دیگر از ویدیوهای خبری این کانال خوش آمدید. مشروع اخبار. پیام حاجی ملک خان دره و گروه طالبان. الحمدلله چلنج را بردیم و پوز لشکر جهل ملا زاکر را به خاک مالیدیم. مردم شریف عبدالاخیل پنشیر و افغانستان ملای قیوم زاکر مامن وزیر دفاع طالبان کماندان جنگ این گروه متجاوز که بدون رعایت هیچ نوع اصول جنگی و احکامات دین مبین اسلام 9000 تن خون آشام را به خاک عبدالاخیل آورده بود تا مردم بیگناه و مظلوم را به خاک و خون بکشانند. این 9000 تن از 4 جهت از سوی نجراب، کوبندها، کابیسا، ولسوالی آبشار و حصارک و مسیر اصلی عبدالاخیل که یک سر کاروانشان در منطقه خواجه عبدالاخیل و ختمیان در منطقه تنبنه می رسید به این ولسوالی سرازیر شدند تا به فکر خود مقاومت مردمان از ظلم دیده و غریب بچه های این سرزمین را در هم شکنند. شکر خداوند است که به یاری و کمک آن ذات مقتدر که شاهد همه چیز است هر 4 حمله و تعرض متجاودین را با مشت های آهنین پاسخ دادیم که به دعای مظلومان این سرزمین قوت گرفته و میگیرد. نزدیک به 455 و یا 472 تن از این گروه متجاوز کشته و زخمی شدند. الله شاهد است که ما دوست دار جنگ نیستیم و این جنگ بر ما تحمیل است. ما این را وظیفه دینی و ایمانی خود میدانیم که از مردم خود، از خرد و کلان و از زن و مرد خود در برابر هر نوع زورگویی، ظلم و استبداد دفاع کنیم. و الحمدلله که خداوند در این راه با ماست و از مسیرهای به ما غریب بچه های این سرزمین کمک و یاری می رساند که فکرش را هم نمی کنیم. بله، در این جنگ شدیدی که با وحشی صفتان داشتیم یک تعداد کمی از همسنگران دلیر و سلحشورمان جام شیرین شهادت را نوشیدم. من از فراز این کوها به تمامی آن خانواده ها که فرزندان شان را از دست دادن تسلیت می گویم. اما این نکته را به صراحت و به یقین برایتان خاطر نشان می سازم که تا مدامی که نعش 100 تن از این متجاوزین بر زمین نیفتید پا کل با وقار فرزندانتان به زمین نیفتان و جان را به جانان نسپردن. ذبیح الله مجاهد هم این طرف اعلام کرده است که من در جمله کسانی هستم که به گفته اینها کشته شده ام. الحمدلله تا هنوز نفس باقی است و من زنده و سلامتم. برادرم خداداد که در نوشیدن جام شهادت بر من سبقت گرفت راگمان کردن که من باشم. اما این نکته را بدانید که ملک خان یا دیگر مجاهدین راستین این خاک تنها نام نیستند که با کشته شدنشان مبارزه و استادگی در برابر ظلم متوقف شود. نه، این فکر است، یک باور است که تا مدام قیامت استادگی و مقاومت در برابر ظلم و بربریت متوقف نمی شود. مردم شریف هلمند، زابل، قندهار، ارزگان و غیره، یک بار دیگر از شما خواهش میکنم که فرزندانتان را اینجا برای کشته شدن نفرستید. الله شاهد است که به کشته شدن هیچ مسلمانی راضی نیستیم. اما اگر به خاک و ناموس و مردم تجاوز صورت گیرد، کوچکترین رحمی هم بالای متجاوزین نمی شود. ما برخلاف طالبان که از جسدهای عروج کرده به سوی آسمان شهدا ویدیو میگیرند و تمسخر میکنند، از اجساد فرزندانتان که همه اکنون در کوههای عبدالاخیل قرار دارند با توجه به حضور دینی و اخلاقی اسلامی تصویر برداری نکرده و نه هم اینقدر بیغیرت هستیم که بالای اجساد بیجان نمایش برپا کنیم. زور خود را فقط هنگام ظلم و بر علیه ظالم نشان میدهیم و بس. و آخر کلام این که سپیدار مقاومت بر علیه ظالم آنقدر بلند است و محکم که اگر به عوض 9000 100000 دیگر هم بیاید به کمک یاری ذات پروردگار بلند میماند و پایدار. و السلام علیکم و رحمت الله. حاجی ملک خان درنگ.